السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزكته وآه. و تمتعه فیها طویلا انشاالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم سلواتی سرداری بفرستیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج بحثی که در خدمتش بودیم بحثی در جریان شناسی قوم بنی اسرائیل بود که مرحوم علامه طباطبایی در زیل آیات 63 تا 74 سوره بقره وقتی مسائلی رو که مربوط به بنی اسرائیل بود و معجزاتی رو که شامل حال اونها شده بود و عکس العمل های اونها در مقابل این آیات الهی رو مورد تحلیل قرار دادند حالا به یه نتیجه گیری کلی در این مسئله دارند خلاصه گیری میکنند نتیجه ای که ایشون در این بحث گرفتن این بود که اولا ذکر بنی اسرائیل و ذکر حضرت موسی به عنوان نبی عظیم بنی اسرائیل در قرآن کریم بیشترین ذکر است لذا موسی علیه السلام در قرآن 136 بار تکرار شد که در نسبت با ابراهیم خلیل که نفر دوم است که 69 باره دی اون دیروز گفتیم بعضی میگن 66 س... تا حالا تو اینجا کتاب منشه 69 تا دیگه حالا ما اسماعیل یشهد و الله اله الا ما کتاب ما اینجا 66 بار دیگه یعنی ما عید میشه 136 به 66 دو برابر بودنش یه چربتر میشه 69 تا باشه دو برابر یه خود کمتر میشه 66 تا دو برابر چربتر میشه بیش از دو برابر ذکر موسا در قرآن کریم شده به خاطر اینکه جریان بنی اسرائیل نزدیکترین جریان به کفار عرب بود دقت بکنید نزدیکترین جریان به کفار عرب جریان بنی اسرائیل بود لذا چون جریان بنی اسرائیل نزدیک ترین بود از جهت فکری و جریان شناسی نسبت به کفار عرب بیشترین ذکر در قرآن کریم در رابطه با قوم بنی اسرائیل مطرح شد حالا تازه اگر جریانات عیسی علیه السلام و جریانات پیامبران دیگر بنی اسرائیل رو ازش ما اونها رو هم صرف نظر بکنیم و الا اونها هم همین خصوصیات بنی اسرائیل به نحو دیگری در وجودشون بود چون اونها از بنی اسرائیل بودن اما به نحو اعلا و اتم این مسئله در زمان موسی علیه السلام خودش رو تجلی داده بود از نکته های مهمی که ایشون فرمودن که جریان بنی اسرائیل بر او خیلی سماجت و اصرار داشتند توقل در حسگرائی و نگاه مادی بود که اینها به خاطر فشاری که در زمان اون ذلتشون تحت ذلت فرعون بودند و فشارهای زیادی که تحمل کرده بودند یک دفعه نجاتی که براشون به واسطه موسی اتفاق افتاد میخواستن در مقابل این فشار و اون ذلت طولانی مدت که بیش از صد و خورده ای سال بلکه دیویس سال طول کشیده بوده چون از زمان یوسف علیه السلام که اینها رو به عزت رسوند و اونها رو دعوت کرد به مصر بعد از یوسف اینها به ذلت افتادن حالا بعضی روایات علت ذلت رو هم ذکر میکنه که یه برخورد خاص اینها بود حالا این جریان اونش مبدع شناسیش بمونه اما به هر دلیلی اینها بیش از صد و خورده سال تحت ذلت فرعونیان بودند فشار خیلی زیادی به گونه ای که عده زیادی از اینها زیر بار میمردند در بدترین کارها به کار گرفته میشدند عبید بودند دیگه یعنی هیچ احترامی نداشتند. مرده هاشون با مرده حیوان تفاوتی نداشت برای فرعونیان لذا وقتی که در نقل و انتقال باری ادهی می مردن بی به مردن اونها عبور می کردن. اصلا حق توقف نداشتند که یک کسی حالا سقوط کرد از کوه یا زیر بار از بین رفت اصلا مثل یه حیوانی که سقط شده باشه و از بین رفته باشه همینجور با اینها برخورد میکردن هیچ عزتی براشون باقی نذاشته بودن غیر از اون که نزدیک ظهور موسی که شده بود یا زبهون ابناهم و یستحیون نساهم به اوج خودش رسید یعنی دیگه حتی فرزندان ذکور رو هم که با اینکه براشون بارکش بودن و خدمتکارشون بودن اونها رو هم تازه علاهده میکشتن یعنی ذلت به اوج خودش رسیده بود ذربت علیهم الذله و ذلت و مسکنت بر اینها زده شده بود و قرار داده شده بود بعد یک دفعه با نجاتی که انجای ناکم من آل فرعون نجات دادن اینها رو یک حالت اغدگوشایی برای اینها ایجاد شد این چه جوری تجلی پیدا کرد؟ اگر کسی زور نداشت اگر کسی ثروت نداشت اینها زیر بارش نمی رفتن چون عادت کرده بودن این ملکه شده بود براشون حالا موسای کلیم که با نگاه الهی و اون احیای حریت اینها میخواست اینها رو به سمت کمال سوق بده زیر بار موسا نمیرفتن با اینکه منجیشون بود با اینکه به کرات معجزات عظیم دیده بودند از او که سبب رفاه اونها بود چه من و سلوا بود که گذشت چه نجات از دریا بود چه اون انفجرت من حسنة تا اشرت عینا بود چه مسائل اینجوری که بر اینها گذشته بود و هر کدام از اینها برای قوم کفایت میکرد بر اینکه ایمان به نبیشون بیارن اما اینها در مقابل موسی مقاومت میکردن و زیر بار هر باری که موسا هر امری که می آورد اینها چکار میکردن چون و چرا داشتن حالا اون جریان قاتل و مقتول که دیگه مفصل گذشت در آیات قبل و اون جریانات معجزات قبلی همش اینا مقاومت داشتن و این جریان قاتل و مقتول و اون احیاء اون مقتول دیگه از اون مصادیق کامل چی بود؟ مادیگرائی بود که اصلا باور نمی که یک مثلا کشتن یه گاوی باعث بشه زنده شدن یه انسانی میگن چه ربطی داره به هم دیگه هرچند موسای کلیم و خدای تبارک تعالی گفته باشه به این جهت بود که اینا یه گفتمان مادی داشتن بعد میفرماید تو گفتمان مادیشون یه نقطه دقیقی کلید مرکزی کارشون بود اینکه اینها اسم این رو نمیگذاشتن حسگرایی اسم اینو میذاشتن یه اسم روشنفکری امروزی هم داشت چی بود مبارزه با تقلید میگفتن ما اهل تقلید نیستیم ما به راحتی زیر بار هر حرفی نخواهیم رفت لذا تقلید مضموم است ما تقلید نمی کنیم تو نگاه مادی چون میدیدند میگفتن این یقین آوره اما تو نگاه غیر مادی هر چیزی رو که نمیدیدن و حس نمیکردن میگفتند گفتن که باید دلیلی ارائه شود که چشم ما ببیند اون دلیل را یعنی اومده بودن دلیل رو منحصر کرده بودن به نگاه و محسوسات و فقط دلیل مادی و حسی برای اینها مقبول بود لذا تقلید رو مضمون می دلیل رو هم حسی می خواستن. خب آیات الهی اون چه که به عنوان معارف و اخلاق مطرح میشه از نگاه محسوس مادی قابل نگاه نیست لذا زیر بار عقاید و اخلاق با اینکه که که نجات دند اونها بود و, برد و بودن نمی لذا هر جایی که میرسید با تک تک با اینها چکوشو نمی کرد از رودخانه عبور از دریا عبور میکنن میرسن به قومی که دارن یه معبود مادی میپرستن به موسی میگن اجعل لنا الهن کما لهم همینجور که اینا دارن یه خدای دیدنی دارن تو هم به ما خدای دیدنی بده برای ما اینو قرار بده معجزات موسا تمامش به واسطه آلات و ابزار مادی بود اگر میخواد احیا بکنه مثل ایسا نیست که بگه قم به الله میفرماد یه گاوی رو بکشید بعض اجزای اون گاو رو بزنید به این درسته تا این زنده بشه چقدر تفاوته آیا این تفاوت موسی با عیسی علیهم السلام یا تفاوت قوم موسی با قوم عیسی تفاوت قوم موسی با قوم عیسی اگر در حقیقت در عیسی علیه السلام مریضی رو شفا میداد به ازن الله بدون هیچ وسیله‌ای با بیان این در حقیقت اگر میخواد آبی جاری شه اصابه زنه بزنه نمیگه آب جاری شو. باید چکار بکنه؟ با چش ببینند این نگاه محسوس مادی خدا از اینجا شروع کرد براشون یعنی نمیاد یه قومی رو که نگاه مادی دارند نگاه مادی رو کلا تخته بکنه دقت بکنید میاد از اون نگاه مادی آغاز میکنه اما میخواد اینا رو عبور بده متوقف نکنه لذا قوم عیسی دیگه نگاه مادی درشون قلب اینجوری نداشت از مسائل طب و اینها بود تو نگاه در حقیقت طبیبانه بود اومد توی جایی که طب چون مردم از طبیب استفاده میکردن اما وقتی از طبیب استفاده میکردن علت اینکه این دوا چه اثری داره روی این مریضی رو نمیفهمیدن که مردم که اینو نمیفهمن که عموم مردم نسبت به این جاهلند لذا در حقیقت قبول میکردن وقتی که اطبا تجویزی میکردن دیگه از علتش نمیپرسیدن مثل این میمونه که شما برید پزشک پزشک متخصصی بعد بخواید تمام علل این مسئله رو چکار بکنید بدانید خب علت طبیب اون علت رو به این تفصیل میدونه این که نمیدونه که نمیتونه بفهمه که چه جور اصطلاحات علمی رو برای این توضیح بده اون اعضا و جوار رو برای این تشریح یه جواب اجمالی به او میده تمام میشه در زمان موسی نه اینجور نبود اینها همه به ال... نگاهشون این بود که تقلید باطل خب با این نگاه ایشون فرمودن که اینها به مرتبه رسیدن از حالت انسانیت داشتن منسلخ می شدن. چون نگاهشون این بود که هر چیز مادی فقط اقناع کننده است و دلیل باید مادی باشه تا برای ما پذیرفته شده باشد و اگر میخواید معارف و اخلاق رو برای ما بیان کنید باید مادی بیان بشه و معارف و اخلاق نمیتونه با نگاه مادی تبین بشه مثال مادی میتونه داشته باشه اما نمیتونه مادی باشه اگر اووردی تو حد ماده او رو عرضه کردی و در اون حد متوقفش کردی از حقیقتش جدا شده میتونه نقطه شروعش عالم ماده باشه که آیت باشه اما نقطه پایانش اونجا نیست لذا اینها بیش از این نمیفهمیدن بعد ایشون میفرمود که اینها نسبت به انبیا خیلی سعبت الانقیاد شدند نسبت به ثروتمندان قدرتمندان سریعت الانقیاد بودند یعنی اگر کسی قدرتی داشت پولی داشت تا قارون رو میدیدن تا قارون رو میدیدن که داره حمل میکنه بارهای ان مفاتحه, مفاتحه اون کنوزش لتنوعو او بل او... که چجور حمل میکردن همهشون میگفتن کاشکی چی این کاشکی در حقیقت ما هم او بودیم یعنی یه انقیاد درونی نسبت به قارون هیچگاه به موسی نگفتن کاشکی ما مثل موسی بودیم یعنی مقامات موسی با اون کمالات موسی میدیدن که با خدا صحبت میکنه میگن تو با خدا بگو ببینیم خدا رو به ما نشون بده ما هم ببینیم نمیگفتن کاشکی ما جای تو بودیم کاشکی ما مقام تو رو داشتیم قارونه که میبینن میگن کاشکی ما در حقیقت مثل قارون بودیم این نگاه از چه نگاهی نشأت میگیره؟ از این نگاهی که سری اینا علائم خوبی ها دقیقاً تو جامعه امروزی ما ببین تو نگاه خود آدم چه جوره جامعه چه جوره یعنی نگاهی که اگر میخوای حرکت رو شروع کنی تمام علائمش رو خدا تو این جریان شناسی ها مطرح کرده اگر سریعت اللحوق به قدرتمند و ثروتمند و مالدار و نمیدونم کسی هستن که با مد میچرخه و بهترین ها رو در اختیار داره اگر سریعت و لحوق بودن این از یه نگاه نشأت میگیره از یه جهان بینی تو وجود این شخص نشأت میگیره تا اگر یه عالم ولی الهی رو دیدند و این حسرت داشتن او رو تو دل یه نگاه دیگریه میفهم همین مقدار فهم که یه ولی الهی اگر مقامی دارد حالی دارد رو این دلش میخواد دوست داره اگر الان میبینید یه جریان قوی تو جوانهای ما سالیانیس محقق شده که دنبال این مسائل هستن لذا به طبع این کتاب های مختلفی چاپ میشه مثلا بعضی مسائل جاذب م... این یه نوید یه مجدس اصلش هرچند با درست استفاده بشه اما این از یک نگاه مادی سرچشمه نمیگیره بله اگر اومدیم گفتیم که این ولی الهی قدرت تصرف در عالم پیدا میکند و بعد شروع کردیم قدرت تصرفهاشو گفتن که این چیکار میتونه بکنه این میتونه در حقیقت اینو بزنه زمین او رو بزنه هوا او رو در حقیقت اینجور بکنه این رو خاطراتش رو بخونه ذهن او رو بخونه اینو به صورت واقع اینو یه قدرت میبینه اگر این رو به قدرت دید و تفسیر به قدرت کرد این همون نگاه مادی میشه اما اگر این رو به عنوان یک ولی مقرب دید این رو در حقیقت به عنوان یه عبد دید و مطلوبش شد و دید این چه گونه عبودیتی است که در درگاه خدا اینقدر با دلش میخواد یه بار او رو ببیند که عبودیت او براش چی بشه این یه نگاه معنویه این از یه جهان بینی معنوی نشأت میگیره این مطلوبه اگر کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اون سم سوق پیدا کرد که شخص رو ببره تو قدرت نمایی های او اون جاهایی که یه کاری کرده که قدرته به نظر ما خب او نگاه مادی رو ترویج کردیم ما هرچند در قالب معنویت ولی نگاه مادی رو تربیش... میخوام بگم قالب ها تا تو روش های تربیتی باید حواسمون باشه اگر پدر و مادر فرزند رو تربیت کردن بر اساس قدرت نمایی فقط یعنی هر جا این قدرت بود فرزند تابع بود هر جا تشویق مادی بود فرزند قبول کرد خب این بر اساس نگاه مادی رو داریم اوج میدیم اما اگر تشویق مادی و در حقیقت تنبیه رو هم یکی از علائم قرار دادیم اما عبور کردیم ازش نه فقط تو این متوقف بشیم البته این توی نظام تربیتی میتونه چی باشه بسیار مؤثر باشه حتی تشویق ها رو از مادی شروع کنه انسان کم کم تشویق ها معنوی بشه کم کم در حقیقت از اون هم عبور بکنه تا به مرتبه شوق برسه نه تشویق یعنی تا شوق ایجاد بشه نه تشویق باشه یعنی عبور دادن از تشویق به شوق خودش چی هستش خودش یه مرتبه مطلوبیتی تو آیات الهی است که میاد میاد کمال و هی کمال بالاتر ظرفیت سازی میکنه اما اگر ما این ظرفیت سازی رو منحصر کردیم بر این مرتبه البته این میشه چی این میشه خطا این میشه نگاه مادی و ترویج نگاه مادی بعد ایشون فرمودن که امروز هم همین مسئله در جهان تحفه قرب امروز ما هم همینه که چی کار میکنه میفرماید همین امروز هم همین جوره مبنیت القائد علی الحس و فلا یقبل دلیل فی ما بعد عن الحس اون جایی که حسی نیست اون دلیلی که حسی نباشه دلیل هم پذیرفته نیست دلیل مبتنی در حقیقت بر یک استدلاله اما چون استدلال مبتنی بر مادی نیست دیدنی نیست مقبول نیست ما معتقدیم استدلال باید مبتنی بشه بر فطریات و اولیات و بدیهیات اما خود بدیهیات هم دیدنی نیستن وجدانیاتن اولیاتن بدی... بدیهیات خودش اقسامی داره دیگه تو مراتب وجودی انسان قابل چی هستن از ابتدای کودکی در حقیقت اون بدیهیات تو وجود انسان مراتبش وجود داره بر این هم که مبتنی باشه ولی چون دیدنی نباشه قبول میکنن. لذا می‌بینید که همونجور که عرض کردم میان عقل رو در مقابل دین قرار دادن در قرون وسطی ابتدای رنسانس و بعد چه کار کردن؟ اول عقل خیلی کالای زیبایی بود در مقابل دین قرار گرفت دین رو کوبید عقل در مقابل دین دین رو کوبید و عقل ممتاز شد در ابتدای قرون رنسانس در ابتدای رنسانس بعد از اون خلاصه چکار کردن دیدن خب عقل که دکارت به عنوان یکی از کسانی که عقل گراه بود دیدن خب عقل سازگار نیست با اون نگاه ماده کم کم عقل رو تحلیل بردن به چی؟ به علم و کم کم علم رو تحلیل بردن به چی؟ یعنی در مقابل عقل چی رو علم کردن تا مطلوبیت داشته باشه بتونه عقل رو بکوبه؟ علم علم خوب میتونست عقل رو بکوبه لذا عقل رو تحلیل کردن به علم علم رو تحلیل کردن به علم تجربی اون وقت علمی که محسوس و مشهود باشه و بعد در نهایت اومدن چیکار کردن خود مشهود و محسوس رو هم بردن زیر سوال به نسبی گرایی یعنی خود محسوس و مشهود هم شد چی خودش شد یه جزمیتی در مقابل این جزمیت نسبی گرایی یعنی دیگه اصلا چی میمونه وقتی که نسبی گر... لذا این برژینسکی حرف دقیقی زده بود یه دفعه تو چیز گفته بود که حواستون باشه این نسبیتی رو که ما مطرح کردیم این یه پوست خربزه است اینو نباید زیر پای خودمون بندازیم نسبیت برای دیگران اما اونچه که به عنوان اون علائم وجودی حیات قربه اونها باید جمود داشته باشیم برش بر اونها باید چی باشیم ثابت باشیم اونها رو نسبت زیر پای اونها نندازیم ما دموکراسی غربی لیبرالیستی قرب، اینا رو باید جمود داشته باشیم که حتما و حتما اینا اصله اما بقیه چیزها هر چی که میخواد باشه حتی علم حتی علم قوانین علمی همه نسبیت که این حالا بیانش سر جای خودش که این نسبیت چطور از نظام علم فیزیک چطور سرایت کرد به مراتب نسبیت نسبیت انشتین و نسبیت بعدی که کوانتومیه چطور سرایت کرد این دو نسبیت در مراتب فلسفه و سرایت این به بحث جدای خودش رو میطلبه اما این که رسوندن به جایی که به پوچگرایی به این که حتی اینی که من در عالم میبینم حتی همین مشهود حسی هیچ دلیلی بر اینکه باشد نداریم هیچ دلیلی بر اینکه هست نداریم لذا از حتی همین مسئله هم عبور کردن که برسن به نسبیت از نسبیت هم باز عبور کردن حالا دیگه اون بحثایش که ادامه پیدا میکنیم این تحفه امروز غربه لذا هیچ چیزی غیر از اون که انسان خودش میابد هیچ چیزی دیگه ارزشی نداره اونم که خودش میابدم تازه جای نزاع بود که چه جور ارزش پیدا این تحفه امروز غربه میگه نه فقط در مقابله نظام عقل و دلیل و استدلال اینا قیام کردن بلکه در مقابل تمام اون مسلمات و تجربیات و اساس ثابتات قیام کردن هیچ ثابتی رو دیگه قبول چون میدونستن اگر تو نظام تجربی هم یه ثابتاتی رو قبول کنن همین میتونه پایه باشه و دلیل بشه بر چی؟ بر اثبات بعدی ها لذا اینجا نبات ثابتی باشه چون عالم ماده عالم تغییره نگاه مادی بر اساس و مبنای تغییره در نظام فکری هم هیچ ثابتی امکان پذیر نیست هیچ ثابتی هم... کسی که نگاهش مادی میشه هیچ ثابتی در ذهنش قرار نمیگیره خود ذهن و اون که در ذهن وارد میشه لذا فرمودن که این انهدام معارف الهیه و اخلاق فاضله و حقیقت انسانیت رو به دنبال خودش میاره بعد فرمودن حالا از اینجا ما میخواستیم اینو خودتون بخونید اما حیفم اومد این بحث رو بگم خودتون بخونید از این بابی که حالا تازه ایشون شروع کرده به جواب از اینجا استیفا اول حالا دیگه تطبیقش میکنیم که اقلا این دیگه نمونه استیفا اول فل اخلاق این که اینها باعث شد که بگن تقلید مزمومه و هیچ تقلیدی رو ما نمیپذیریم با این عنوان همه در حقیقت معارف و اخلاقیات و زیر پا گذاشتن میگه استیفا اول بحث فل اخلاق و خلاف ذلك فما کل دلیلن به مطلوب اینجور نیستش که همه جا دلیل مطلوب باشه همه جا دلیل مطلوب باشه حرف بدیه یا خوبیه بگیم که دلیل مطلوب است دلیل مطلوب است حرف بدیه یا خوبیه حرف خوبیه اما ببینید ایشون میفرماد فما کل دلیل به مطلوب اینجور نیستش که همه هر جا دلیل مطلوب باشه مثالشو میتونید کجا بزنید یه کسی مریض شده شدید المرض در حال در حقیقت موته بعد رو ببرن دکتر بگه تا دلیل هر قرصی که میخوای به من بدی بخورم یا آمپولی که میخوای به من بزنی یا جر... تا دلیلشو من ندونم تفصیل من زیر بار نمیرم خب منجره به چی میشه؟ میمیره هر قضایی رو که میخواد بخوره بگه من باید دلیل اینکه این چه اثری تو وجود من میذاره رو بدانم میرسه به غذا خوردن؟ هر آبی رو که بخواد بخوره فما کل دلیلن به مطلوب اینجور نیستش که دلیل خواستن همیشه مطلوب باشه با اینکه دلیل خواستن یه نظام چی هستش فطری و ارتکازیه یعنی امکان نداره انسان بدون دلیل چیزی رو قبول کنه حالا میخواد اینو بیان بکنه امکان نداره بدون دلیل چیزی رو قبول کنه اما این نگاه که فما کل دلیلن به مطلوب که تو هر شیء ما دلیل بخوایم چرا مطلوب نیست حالا بیان میکنه و ما کل تقلیدن به مضمون اینجور نیستش که هر تقلیدی مضمون باشه اگر رفتی پیش پزشک از او تبعیت کردی مزمومه اگر رفتی در حقیقت پیش مهندس برای ساختمان تو اون طراحی اسکلت ساختمان رو با دقیق ترین محاسبات کرد تو نمیدونی این محاسبات علتش چیه مزمومه ما کل تقلیدن به مزموم درسته؟ همچنان که فما کل دلیلن به مطلوب تو نظام اخلاقی مثلا ما بدونیم که این تو نظام مادی هم هست اینجا استیفا البحث فی الاخلاق یونتج و خلاف زالک در اونجا کاملا مشهوده در نظام مادی هم همینجوره الان ایشون بیان میکنه تو نظام مادی هم همینجوریه چون انسان مرتکزه بر این است که حتما باید علت رو بداند تا عمل بکنه اما جایی که علت مادی نیست قطعا اونجاها چی هستش اونجا دیگه خیلی واضحه که دلیل یافتن برای جایی که علت مادی در کار ندارد و من هم به غیر از ماده چیزی نمیدونم قطعا اونجا دلیل یافتن خیلی سنگین و سختتر میشه حرکت خیلی سختتر میشه یعنی اونجاها سنگینی بس آشکارتره چون دنبال اینم بود گفت معارف عالیه و اخلاق فاضله از این جامعه رخت برمیبنده حالا داره استدلال بر اونو رو میکنه حالا همین رو داره میگه جلوتر الان بیان میشه بیان و زالکه. چرا اینو این فرضیه بود درسته حالا میخواد این فرض رو اثبات بکنه تبیین ان نوع الانسانی به ما انه انسان انما یسیر الی کمال الحیوی کمال زندگیش رو به افعال الارادیت المتوقفت علی الفکر حرکتش بر اساس هر حرکت اختیاری و ارادیش بر اساس چی هستش این است که قبل اینکه این کارو میکنه حتی یه پلک به هم میزنه حتی داره حرف میزنه اینجور با سرعت داره کلماتو به کار میگیره حتما باید قبلش تصور تصدیق به فائده ای این حرف و شوق به مؤكد و بعد بیان هر فعلی هر در حقیقت ن... فعل اختیاری حتما مقدماتش چی هستش مقدماتش یک تصدیق علمی باید قبلش باشه که اون تصدیق علمی تصدیق به علته اون تصدیق علمی تصدیق به علت این کلامه در اون مرتبه است لذا میفرماید هر انسانی از جهت انسانیش انما یسیر الى کمال الحیوی به افعاله الارادیه المتوقفت علی الفکر و من مست و من تحقق، الا ان فكر پس هر تصمیمش ارادی و فکر بر اساس فکره. هر اراده ایش و تحقق است الا ان فکره و تحقق است فالفکر هو الاساس الوحید الذي يبتني عليه الكمال الوجودي الضروري این اساس وحید است برای کمال ضروری انسانی که امکان نداره بدون این فل فلا بد للانسان من تصديقات عملیه او نظریه یا باید تصدیق عملی داشته باشد یعنی تو نظام عقل عملی یا باید تصدیقات نظری داشته باشد تو نظام عقل نظری که اگر یه کاری رو داره انجام میده بر اساس عقل عملی باید یه تصدیق عملی قبل از او داشته باشه اگر یه کار فکری داره انجام میده باید یه تصدیق نظری قبل از او داشته باشه که تصدیق نظری سبب او میشه که این برمیگرده تا کجا تو نظام عقل عملی و تو نظام عقل عملی و نظری تا کجا تا بدیهیات یعنی تا عقل عملی منجر بشه به بدیهیات و در نظام عقل نظری هم بدیهیات نظریه اون بدیهیات عملیه این بدیهیات نظریه باید این دو به اینجا منجر بشن یرتبه تو به ها که این تصدیقات یرتبه تو به این تصدیقات کمال هل وجودی ارتباطن بلا واسطه او به واسطه و هیه این در حقیقت تصدیقات قضایایی هستن که له به ها له به این قضایا و این احکام افعال الفردیه اول اجتماعیه که تمام افعال فردی و اجتماعی ما معلول اونهاست او نهزرها فی ازهان نا یا اینکه که اونها رو در ذهنمون باد حاضر بکنیم ثم نحصلها فی الخارج به افعالنا بعد بعد از اینکه در ذهن ما حاضر شد و تصدیق بهش کردیم در خارج محقق بشه و اونجا در حقیقت به فعل در بیاد ثم ان فی غریزه الانسان ان یبحث اینم قریزی تو انسانه که انی علل ما یجده من الحوادث هر حادثه ای رو که میبیند دنبال علتشه این قریزی تو انسانه یعنی اگر یه واقعی رو تو عالم داره میبینه باران میآید باید, باید ببینه ابر تو آسمانه یعنی اگر ببینه باران میاد ابر تو آسمان نیست براش دنبال علت دیگه میگرده نکنه آبی کسی داره از جایی میپاشد باران نیست نمیشه ابر تو آسمان. علت میخواد که این قریزیه او یهاد یا میبینه اگر روشن هوا و خورشید نیست این غیر قابل باور براش دنبال این است که این چی شده که این روشن ها ایجاد شده آیا در حقیقت نور افکنی روشنه آیا علت دیگری پیش آمده یا مثلا جهاتی که دنبالشه او یهاج الی من المعلومات چه حوادث بیرونی دنبال علته چه اون چی که به ذهنش خطور میکنه و مییابد در ذهنش دنبال علتشونه اینا نکات دقیقی ها هر یکیش که داره میگه ایشون یه تحلیل دقیقه چه حوادث بیرونی چه نکاتی که در ذهنش خطور میکنه اونی هم که در ذهنش میاد یه قاعده دنبال علت اون قاعده است دنبال دلیل اون مطلبه او یو الی و الازهنهی من المعلومات هر معلوم ذهنی را هم دنبال علتشه فلا یسترعن فعلون یوریدو بهی ایجاد ما حضر فی ذهنهی فی الخارج هیچ صادر نمیشه از او اون چیزی که در ذهنش اومده در خارج مگر اینکه که الا ازا فی ذهنهی علت هل موجبه مگر در ذهنش علت موجبه او رو قبلا فهمیده باشه قبلا حاضر کرده باشه و لا یقبل تصدیقا نظریا هیچ حکمی را هیچ تصدیقی را نمیپذیرد الا اذا تک علی التصدیق به علتهی به نهوین مگر اینکه به علت این تصدیق هم به نحوی تصدیق کرده باشه و قبول کرده باشه اینم به نهوین این به نهوین یعنی ممکنه تفصیلا نفهمیده باشه ولی اجمالا هذا شعن الانسان لا یتخطا البته این انسان انسان اینجوریه از این قاعده بنی اسرائیل استفاده کرده بودند. این رو مبدع قرار میدادن بنی که بگن کلو تقلیدن باطل میگن تقلید یعنی بدون علت درسته پس چون بدون علت پس باطل ما نمیپذیریم در مقابل موسی اینجوری اینها بیان داشتن لذا میفرماید که هازا شأن الانسان لا خطا البته ولو اثرنا فی موارده ما یلوه من خلاف ذلك و والامان تنحل الشبهه هر جا دیدید که انسانی بدون دلیل چیزی رو داره میپذیره قطعا و قطعا بدونید که برای خودش یه دلیلی پیدا کرده ممکنه تو دلیلش رو نشناختی بدون دلیل پذیرفتن امکان پذیر نیست هیچ کسی چون غریزه انسان اینه فطرت انسان بر این است پس برای خودش یه علتی رو چکار کرده قبول کرده قرار داده هرچند تو نمیشناسی این یه نگاه دقیقه که هر کسی برای خودش عل... پس م... اگر یه موقع ما میخوایم رفتار یه کسی تغییر بکنه این رفتار از چی نشأت گرفته تصدیقاتی که این برای این رفتار داشته اگر قومی تصدیقاتی که برای یک رفتاری که دارن غلط باشه علتش غلط باشه تا اون تغییر ایجاد نشه هر چی بگیری اینو بکشی به طرف دیگه ببری این برمیگرده سر جاشون تصدیقش اونه پس باید تصدیق موازی تصدیق او ایجاد کنی تا کم کم اگر این تصدیق موازی قلبه کرد بر اون تصدیق رفتار کم کم تغییر میکنه منتها این خودش روش داره چجوری این رو شروع کرد آیا باید فقط ذهنی کار کرد نه اون چه که مردم براشون محسوسه برای تغییر در رفتاره این است که از عین شروع کنی تصدیقاتشون رو چجوری تغییر بدی لذا ببینید جوامع غربی برای اینکه تغییر در ما ایجاد کنن اصلا کاری به مبادی فکری اولیه ما ندارن چیکار میکنن تو رفتار عملی ما یواش یواش میارن یه چیزهایی رو که جاذبه هوا و هوس انسان دارد و قرار میدن کم کم میل انسان به این چی میشه با تکرار عمل به او تشدید میشه درسته این میل که تشدید شد این میشه تصدیقات اون موقع اول تصدیقی نداره اول با کراهت انجام میده اول سخته اول یه خود مقاومت اما یواش یواش چی میشه تکرار این عمل انسان رو به یه تصدیق نظری میکشونه که اون تصدیق نظری چی هستش حالا دیگه کم کم فر راحت از او ساده. کم کم اون تصدیق قبلی چی میشه مقهور میشه تصدیق قبلی که مقهور شد فرهنگ قرب زده میشه تهاجم محقق میشه لذا نمیاد اول روی فرهنگ کار کنه هرچند او رو هم از دست نمیده اونم طریقی براش داره اما عمدتا برای جذب عموم مردم از چه راهی میاد برای جذب عموم مردم از راه عملی میاد ولی برای جذب خواص از راه نظری میاد هیچ کدوم از دست نمیده چون میدونه خواص روی عموم اثر دارن اگر رفتار خواص تغییر بکنه رفتار عوام هم به تبع اونها تغییر میکنه اینا یه بحث های دقیقی ایشون اینجا مطرح میکنه بقیه هم تو قسمت های دیگه یزا میفرماد هر جا دیدید که یه چیزی داره از کسی سر میزنه و علتی نداره یقین بکنید که این علت داره تو علتشو ندیدی بدون علت امکان پذیر نیست بله مثلا همین روشی که غربی دارن تو لباس پوشش مثلا پوشش مثلا تو پوشش میان چیکار میکنن یه چیزی که جاذبه داره برای انسان ها چیکار میکنن قرار میدن حالا از طریق ماهواره ها از طریق به این کسانی که تابع اونها هستن مدسازی سازی و مردم دنبال این مد میرن این مد کم کم برای خودش فرهنگی رو میاره یعنی اوریانی اوریانی میشه چی یه فرهنگ یه مبدأ کسانی که قبلا فکر نمی کردن که دنبالی نبودن اوریانی در جامعه ایجاد بشه خود این افرادی که تبعیت کردن اما تبعیت از این عمل کم کم میرسونه به چی اوریانی عادی میشه یعنی دیگه پوشش برای اینها حیا خود به خود چی میشه بدونه که بخواد بگه حیا بده بدونه که بخواد حیا رو برای زیر سوال خود به خود چی میشه حیا برداشته میشه یعنی مبدعش برداشته میشه مبدع تصدیقیش هر فیل، هر لباسی که میخواست بپوشه قبلا این این اینکه آیا با حیا سازگاره یا نه با افت سازگاره یا نه این یه مبدع تصدیقی بود لذا اگر سازگار نبود مردم اینقدر مقابله در رابطه با بیهجابی در زمان رزاشا نمی اینکه این که اینقدر مقابله کردن این نشون میداد یه مبدع فکری تو این منتها این مبدع فکری رو چجوری به این بردن؟ با اینکه ممنوع کردن پوشش رو از اون ور خلاصه زیبایی های لباس های جذابیت های لباس هی ها. hey, کم کم فرهنگ که طول کشید کم کم مبدع اون حیا و افت از بین رفت لذا عادی شد پوشش چی شد؟ عادی شد این رفتاری عملی محقق شد میفرماید که پس یظهر البعض امان و به تعمل ول امان تنحل و شبهه و که علت دارد و یظهر البعض ان ال الله. و یظهر البس عن الاله و رکون و تمعت الى پس ظاهر شد که بحث از علت و رکون اعتماد و تمعنینه به علت در درون همه انسان ها فطریه هیچ انسانی نیستش که علت یابی در وجودش در تصدیقاتش و در اعمالش نباشه هیچ از اون لات بی سر و پا معتاد گرفته از بچه گرفته تا خلاصه اون عالم ده همه تو این مسئله مشترکن منتها علت ها ممکنه چی باشه برای هر کسی تو رتبه خودش معلی و مفهوم پیدا بکنه پدر و مادر با بچه برای بچه اگر سرکشی میکنه در یک امری برای خودش علت داره اگر پدر و مادر این سرکشی این رو بخوان بذارن به فقط اینکه این تنبله این, این معنا پیدا نمیکنه اون علت رو باید پیدا کنن ممکنه تنبلی هم از مساتی باشه از علت ها باشه اما اینجوری نیستش که همیشه استنکاف از باب چی باشه تنبلی باشه یا نه علتش رو نفهمی نمیتونی راحت مقابله بکنی تا علت رو فهمیدی البته راحت تر میشه حل کرد و فطره اگر این فطری شد ول فطره لا تختلف ولا خلف عنها امر فطری هیچگاه در حقیقت چی؟ اختلاف فذیر نیست و تخلف فذیر نیست نه اختلاف یعنی علت یابی نه اختلاف نه چی هستش تخلف فذیره نه میشه جاش چیزی رو گذاشت نه این است که از بعضی صادر بشه از بعضی صادر نشه نه اختلاف پذیر نه تخلف پذیر و هاذا یؤدی الانسان حالا اگر اینجوری شد هر فعلی از انسان باید از علت نشأت بگیره باید علتش رو بفهمه این مسئله میکشونه انسان رو به کجا یعد الانسان الى ما فوق طاقتهی من العمل الفکری و المتفرع علی چرا چون میکشونه میکشونه به فوق طاقت انسان چرا به فوق طاقت میکشونه چون انسان حوائج زیادی داره اگر بخواد تو حوائج زیادش همه جا علت یابی بکنه فوق طاقتش میشه امکان پذیر نیست فوق طاقتهی لسعت الاحتیاج طبیعی به حیث لا یقدر الانسان الواحد الى رفعهی نمیتونه علت همه افعالش و حرکاتش و تصدیقاتش رو پیدا بکنه معتمدن علا نفسه و متکعن علا قوت طبیعت شخصیه چون اینجوریست خود این فطرت یه راهکار تعیین کرده فحتالت پس دنبال چاره پیدا میگرده فهتالت چاره جویی میکند با چی؟ فحتالت الفطره الى بعثه نحو الاجتماع و هو المدنیت و انسان رو به سمت اجتماع و ارتباط میکشونه چون هاش زیاده و همه رو نمیتونه خودش ب... علتش رو پیدا کنه و به دست بیاره انسان رو اجتماعی میکنه و وزعت و وزعت ابواب الحاجت الحیویه بین افراد الاجتماع پس توضیح میشه یا وزعت این شخص ابواب الحاجت الحیویش رو بین دنبال این است که هر حاجتی رو از کسی پیدا بکند بکند و وکل به کل باب من ابوابها ها که اعضاء حیوان چقدر این تشبیه قشنگه توضیح میکند هر رفع حاجتی رو به دسته خاصی منتها آیا همینجور هر دسته ای رو نه مثل اعضا چطور در حقیقت یک انسان زنده یه موجود زنده اعضا و جوارهش هر کدام یک حاجتی رو دارن برطرف میکنن که مکمل دیگریه اینجور نیستش که نفس انسان بدون وسیله حاجاتش رو برطرف کنه با پا رو برطرف میکنه با دست رو برطرف میکنه با چشم رو برطرف میکنه هر کدام از اینها هم چی هستن سر جای خودشون دقیق تو تخصص خودشون اگر چشم بخواد راه بره نمیشه اگر پا بخواد ببیند نمیشه اگر دست بخواد در حقیقت ببیند امکان پذیر نیست دقت میکنید هر کدام از اینها تو تخصص خودشون کاری رو که انجام بدن صحیح میشه این میشه که و وکل به... و کل باب من ابواب این در حقیقت حاجاتش طائفه ای را که اعضاء الحیوان فی تکالیف هل مختلفه المجتمعه فائدتها و عادت فی نفسه که فائده و آیده اینا همه اینها جمع میشه به یک نفر میرسه به همون نفس انسانی و لا تزال الهواج الانسانیه تزداد و هرچی انسان رو به رشده حاجاتش رو به ازدیاد هست یا نیست الان یه انسانی که امروز زندگی میکنه با یه انسانی که در زمان آدم سلام الله علیه زندگی میکرد از جهت حاجات امروز شدیدتر است یا نیست چون نیازها شدیدتر شده حاجتها بسیار وسیع شده تزداد و ابواب علم و علوم و سن... لذا به واسطه این حاجات علوم و صنایع هم گسترش پیدا کردن و احتیاجات افراد هم بیشتر شدن ولی یوم نرا کل باب من ابوابه علما و علوما و صنعتا سن... او یه زمانی بود که ابن سینا علامه زوفنون بود همه علوم زمان خودش رو چی؟ در حقیقت به عنوان خودش میتونست پیدا بکنه اما امروز کسی میتونه علامه زوفنون باشه؟ امکان پذیر نیست چرا؟ تو تبش یه نفر زوفنون تو تپ تو نیست تو مهندسیش یه نفر زوفنون نیست چند باب رو که پیدا کنه اگر بخواد متخصص باشه دیگه امکان پذیر نیست از بس گسترش پیدا کرده ولی یوم نرا کل باب من ابوابه علما او علوما او صنعتا او صنایا کتب المعدود قدیما فنا واحدا من فروع طبیعیات و هو فنون لا يقوم الواحد من العلماء الاخصائین متخصص ها امروز در حقیقت به ازید من امر فن امر فن واحد منها بیشتر نمیتونن قیام بکنن و هاذا يد الانسان بالالهام الفطری اینم حکم فطرته دقت بکنید همون جوری که دلیل یابی حکم فطرت بود بی دلیل قبول نکردن حکم فطرت بود که بی دلیل نباید قبول کنه درسته حکم اینجا حکم فطرته که ید الانسان انسان بل الهام الفطری ان یستقل به ما یخصه من الشغل الانسانی فی البعث ان علته این که اون جایی که دنبال علت هست رو این علت یابی رو وقتی که میبینه این متخصص فنه دقت کردی وقتی که فهمید این متخصص فنه همین علت یابیش اشباع میشه وقتی رجوع به او میکند علت یابیش اشباع میشه با رجوع متخصص اینا دلایل قویست برای بحث حاکمیت دینی هم که بعدا تو ولایت فقیه استفاده میشه ان یستقل به ما یخصه من الشغل الانسانی فی البس ان علته در یه رشته خودش متخصص میشه مستقل میشه و یتبع فی غیرهی من یعتمد علی خبرته و مهارته در علوم دیگه به خبره و متخصص فبناء العقلا من افراد الاجتماع على الرجوع الى اهل الخبره و حقیقت هذا الاتباع و تقلید المصطلح الركون الى الدلیل الاجمالی پس آیا با این نگاه آیا دوباره رجوع به دلیل شد یا نشد این و رکون واوش زائده ها حقیقت این بناء العقلا من افراد الاجتماع عل الرجوع الى اهل الخبره رجوع به اهل خبره فطریه اقلانیه و حقیقت و حاضل اتباع و تقلید المستله حقیقت این اتباع و تقلید چی هستش؟ الرکون ال دلیل الاجمالی برگشت تقلید به چی هستش؟ به رجوع به خبره با دلیل اجمالی یعنی من وقتی خبره رو پیدا کردم باید این برام اثبات بشه که این خبره است و رجوع به خبره لازم است چون نمیتونم خودم برآورده بکنم دلیل رو بیابم رجوع به خبره لازم است خبره را میشناسم رجوع به خبره میکنم این میشه چی دلیل اجمالی پس اینکه فما کل دلیل به مطلوب یعنی فما کل دلیل تفصیلی به مطلوب فما کل و دلیل تفصیلی به مطلوب بلکه بعضی جهات دلیل اجمالی و الا اگر بخواد دلیل تفصیلی مطلوب بشه انسان از زندگی باز میمونه اما دلیل اجمالی کفایت میکنه فما فی ما لیس فی وسع الانسان ان ینال دلیل تفاصیله کما انه مفتور علی الاستقلال بالبس ان دلیل تفصیلی فی ما یسه اگر جای انسان امکان داشت دلیل تفصیلی پیدا بکند ولی رجوع به خبره کرد و به دیگران کرد اینجا مذمومه یعنی اگر انسانی که خودش امکان دلیل تفصیلی رو دارد اما دنبال این نرفت تنبلی کرد گفت من رجوع به خبره میکنم این مضمومه جایی که امکان ندارد باید رجوع بکنه پس اینجور نیستش که هر تقلیدی ممدوه باشد هر تقلیدی ممدوه نیست حتی رجوع به خبره در هر جایی ممدوه نیست کجا ممدوه رجوع به خبره جایی که امکان برای خودش نباشه لذا میتونه مجتهد از مشهدی تقلید بکنه مضمومه در اینجا ببینید حکم عقلیه لذا میفرماید که فی ما و ان ینال تفصیل علتی و دلیل در اونجا فطرت حکم میکند که به این قبیه هست و ملاک الان کل ان الانسان لا یرکن الا غیر العلم تو این دوتا چه تقلید باشه چه علت یابی باشه ملاک رجوع به علم دلیل درست هر دو دلیل شد این میشه حکم فمن الواجب عند فطره الاجتهاد و هو الاستقلال فی البحث این اجتهاد یعنی دلیل یابی و هو الاستقلال فی البحث عن الاله فی ما یسعو ذلك و تقلید و هو الاتباع و رجوع الجاهل الى العالم فی ما لا یسعو ذلك و لما استحال ان يوجد فرد من هازن نوع الانسانی مستقلن به نفسه تو همه جهات شعونش خودش اجتهاد بکنه قائما به جمعی شعونه الاصل الذي یتکه عليه الحياه استحال ان يوجد محال است که فردی پیدا بکنیم امروز که تو همه اعمالش تقلید نباشد امکان ندارد هر کی ادعا بکنه تحلیل کن زندگی روزانه شو رو میبینی تو اعمالش بسیاری بسیاری از کارهاش تقلیده لذا نمیتونه انکار بکنه وجدانیات خودش رو پس محال است استحال ان یوجد فرد من الانسان من غیر اتباع و تقلید و من ادعا خلاف ذلک او ظن من نفسه انه غیر مقلد فی حیاته فقط سفح نفسه لذا میفرماید که تقلید برای انسان این خودش یک نحوه علت یابی است پس هر تقلیدی مذموم نیست هر تقلیدی هم ممدوح نیست هر علت یابی مذموم نیست هر علت نفی علتیابی هم مضموم نیست دقت میکنید علتگاهی اجمالی کفایت میکنه پس بیفرماد اگر اینجوری شد اینجا لا یجوز الاتباع المحض الا فی الله سبحانه اتباع محض در هیچ کسی مگر خدای تعالی راه ندارد لانه سبب الذی تنته الاسباب که این خودش بیان عالی داره که چون سبب الاسباب اتبعیت و عبودیت فقط نسبت به خدا وارد است اما نسبت به دیگران تبعیت ها همیشه با میزان باید باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته